هزاران نفر از کارگران در بسیاری از مؤسسات کارگری و صنعتی در یک هماهنگی و یک وحدت چشمگیر یک بار دیگه قدرت همبستگی و اتحادشون رو به نمایش گذاشتن و حاکمان زورگو و غارتگر رو به چالش کشیدن. راستی مطالبات این کارگران چی هستش؟ با هم ببینیم. دور جدید اعتصاب کارگران از 1 اردیبهشت 1402 با مطالبه افزایش 79% دستمزد، کاهش روز و ساعت کار، بهبود وضعیت اقامتگاه و وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار آغاز شد. آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند، چیزی به جز اضافه کار، نوبت کار و حق سنواتشان نیست. همان حداقل حقوقی که در قانون ضد کارگری آمده و کارفرما موظف به پرداخت آن است. اما حاکمیت زورگو و غارتگر هیچگاه جوابی به این خواسته ها نداده است. کارگران پیمانی نفت در سالهای گذشته نیز اعتصاب های کوتاه مدت و بلند مدتی را با هدف خلعیت از پیمانکاران که کارگران را با همدستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت استثمار می کنند داشتند. آنها برای افزایش دستمزد، کاهش روز و ساعت کار و بهبود وضعیت بهداشتی و کیفیت خوابگاه‌ها و غذا اعتصاب کردند. در پاییز 1401 همزمان با قیام سراسری، کارگران نیز در چند مرکز دست به اعتصاب زدند. در اصلویه کارگران جاده محدوده پروژه و سرای اصلویه را به نشانه اعتراض بستند. این اعتراض‌ها با خشونت سرکوب شد و دست کم 250 کارگر پیمانی نفت و گاز بازداشت شدند. کارگران ما به روشنی میدونن که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با درآمدهای نجومی اساساً در اختیار سپاه پاسداران و مؤسسات و مهره‌های وابسته به خامنه‌ای. اونها بدون محدودیت و با استفاده از اختیارات حکومتی کارگران رو غارت و هر نوع اعتراضی رو سرکوب میکنن. اما امروز گسترش هرچه بیشتر این اعتصاب سراسری با اتحاد و همبستگی کم نظیری که پیش اومده در چشمانداز نوید بخش ورود به یک مرحله جدیدی از حق‌خواهی توسط کارگران شده. تا الان بیش از 12,000 تن از کارگران در بیش از 76 مرکز و شرکت صنعتی در صنایع نفت و پتروشیمی در 17 شهر از 11 استان کشورمون دست به اعتصاب زدند.